این آموزش قرار یاد بگیری چطور یک فضای فلت 3D رو با استفاده از ابزارهای شیپ توی نرم افزار افتر افکت طراحی کنی و در ادامه و قسمت‌های بعد قرار جزئیات بیشتری رو بهش اضافه کنیم و بریم سراغ انیمیت آبجکت هم. پیش تماش کار رو ببینیم و برگردیم. تلی کار رو شروع کنیم با یک کامپوزیشن جدید پریست HD فریم ریت 25 زمان 10 ثانیه. برای شروع چیزی که نیاز داریم یه سالید هست برای بک‌گراندمون. بریم سراغ افکت گرادینت. اینم از افکت گرادینت. حالا رنگ ها رو انتخاب میکنیم، رنگ ها رو هم که بنابرای سلیقه خودتون هر رنگ که فکر میکنید خوبه میتونید انتخاب کنید. من رنگ بالا رو یک رنگ تیره در نظر گرفتم و پایین رو یه مقدار روشن‌تر. بریم سراغ ابزار پن. یه دونه خط هم اینجا بکشیم برای زمینمون. استروک رو نیاز دارم. حالا فیل رو اگر خواستیم میتونید حذف کنید که الان اینجا فایده ای نداره. این از زمینمون. و یه چیز دیگه هم که نیاز داریم ادجاستمنت لیر هست. برای ادجاستمنت لیر اون چیزی که میخواییم بدیم افکت، بدیم چه افکتی میخواستیم بدیم، افکت تربیولنت دیسپلیست و افکت نویز. بله افکت نویز هم بود. افکت نویز، خب نویز هم من بهش میدم، فقط نویز باید قبل از دیسپلیست باشه. خب لایتنس رو میتونیم بین 5 تا 10 هر عددی که فکر کنیم مناسب میتونیم بهش بدین. و خب اینم از این. amount بین 25 تا 35، سایز بین 2 تا 5. حالا این یه چیز سلیقه‌ایه، حالا خودتون اگر دیدین مقدارش تغییر بدین بهتر میشه میتونید تست کنین. خب الان باید بریم سراغ کامپیوترمون، اون کامپیوترمون رو ایجاد کنیم. بریم سراغ ابزار رکتنگل. خیلی سریع من اینجا یک رکتنگل ایجاد میکنم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه کار استروک رو کلا غیر فعال میکنم. توی این قسمت استروک رو نیاز ندارم. خب این از رکتنگلمون. حالا از همین رکتنگل قرار استفاده کنیم. باز یه دونه داپلیکیت میگیرم ازش، کنترل دی، یه مقدار جمع‌ترش میکنم. البته فکر کنم کلا همین اولی یه مقدار بزرگ هست، اینو کوچیک‌تر میکنم و یه مقدار بیارمش پایین. بریم سراغ رکتنگلمون دوباره، کنترل دی، یه مقدار کوچیک‌ترش میکنم و باز از این سمت هم کوچیک‌تر بیارمش پایین، یه مقدار باز بزرگش میکنم. ببینیم اینجا این پایین چه خبره. خب این از این. حالا باید بیادیم از سمت چپ. این هم از این. یه دونه داپلیکیت از همین دوستمون میگیرم، انتخابش میکنم، شیفتم نگه هم دارم که قشنگ صاف بیاد چپ یا راست. خب این هم میتونیم بذاریمش اینجا یا بزنین از همون اولی داپلیکیت بگیریم، کنترل دی، که دیگه نیاز نباشه دوباره بزرگش کنیم. خب یه مقدار کوچیکش کردیم از سمت چپ و راست. این هم از این. بسیار عالی. حالا دوباره از این دوستمون یه داپلیکیت میگیرم، کنترل دی، و یه مقدار کوچیک‌ترش میکنم بیارمش این سمت. کاری که حالا باید انجام بدیم، باید بریم سراغ گروپ و یک سری تغییرات رو انجام بدیم. خب من روی شیپ هم کلیک میکنم، میرم گروپ رو ایجاد میکنم. خب این رکتنگل یک میره سراغ داخل گروپ و دیگه کدوم هست و رکتنگل شماره 4.
کاری که میخوام بکنم این دوتا رو خاموش میکنم تا ببینیم چه اتفاق میفته. بریم سراغ گروپ و بریم سراغ مرج. مرج پس رو من انتخاب میکنم، میخوام بیام این رکتنگل رو از این رکتنگل بزرگم حذف کنم. بریم سراغ مرج و سابتراک رو من انتخاب میکنم. این قسمت میزمون خالیه، برای همین من اومدم این قسمت رو حذف کردم از رکتنگل بزرگترم. به جایی که بیام یک شیپ رو این به این شکل درست کنم، بیام خودم رو اذیت کنم، اومدم از ابزارهای شیپ استفاده کردم. این هم ما بقیه جزئیات. حالا بریم سراغ رنگ ها، یه رنگی هم بدیم به کارمون. خب این قسمت رو هست، اینجا رو من میگیرم یه چیز تیره، فکر کنم نور از سمت چپ داره مثلا میاد یه جورایی، مثلا یه مقدار این طرحمون مثلا سه بعدیه و نور داره مثلا از این سمت میاد، برای همین این سطح و این سطح اینا یه مقدار روشن میشن، رنگ روشنتری به خودشون میگیرن. یعنی الان اون حالت فیک تریدی رو ما اینجا داریم و میزمون رو اگه خواستیم یاد بهترش کنیم، این رکتنگل به اضافه، بله اگه اشتباه نکنم این دوتا بس شد، یا انتخاب میکنیم یه مقدار میاریم چپتر که این پای میز و این پای میز با هم دیگه یه مقداری همخونی داشته باشن از لحاظ سایز. خب میزمون این که خیلی خوب و شیک درست شد، یه میز فیک تریدی داریم اینجا و برای مورد بعد یک کیس هم اینجا داریم، قراره یک کیس هم اینجا ایجاد کنیم. خب این اولین رکتنگلمون، یه رکتنگل هم اینجا میخوام که حالا ببین این یه بزرگ هم شد، فکر میکنم اینجا خوبه تا این حد. از همین دوستان دارین داپلیکیت میگیرم، بریم و سراغ رکتنگل شماره دو، اینو کوچیکتر میکنم، اینو اصلا جلوی کیسمون هست، میارمش سمت چپ، به چسبونمش این سمت. میتونید یه مقدار با غلطکی موس هم بیاین جلوتر اگر خیلی میخواین دقت کنید. خب گفتیم که نور داره از سمت راست میتابه، پس این سطح روشن، اینه که باید تیره تر بشه. میتونیم رنگش هم از همین جا بیاین بگیریم، این هم از این. خب اینم یه حالت تیری برای یه کیسمون، کیسمون هم کلا با میزمون یک رنگه. و برای بهتر شدن کیسمون کاری که میتونیم مثلا انجام بدیم، یعنی از همین رکتنگل من یه داپلیکیت میگیرم، مثلا یه چراغی هم داره، یه چراغ زردی هم من بهش اضافه میکنم، فقط چراغ اینقدر بزرگ نیست، یه مقدار کوچیکتره، میتونه خیلی از این کوچیکتر هم بشه و طبیعتا این چراغ این پایین نیست، یا این بالا سمت راست میتونه قرار بگیره یا بالا سمت چپ. میتونیم محفظه های هوا هم ایجاد کنیم. خب طرحمون یه مقدار دیتیل اگه داشته باشه، جزئیات اگه داشته باشه، قاعدتا میتونه جالب تر هم بشه. از همین چراغ من یه داپلیکیت گرفتم. خب این سوراخ هم معمولا رنگشون یه رنگ تیره است، من اینو انتخاب میکنم. خب این رکتنگل شماره 4 بود، یعنی گروپ ایجاد میکنم، رکتنگل شماره 4 میندازم داخل این گروپمون و گروپ 1 رو انتخاب میکنم جابجاش کنیم. اگر که این سوراخ ها بگیم کجا باشن، اینا میتونن این پایین باشن. حالا من توی اون طرح اصلی که اینجا هست چند تا خط گذاشتم، اینجا میاد یه مقدار متفاوت تر کار کنیم، یه سه سوراخ اینجا داشته باشیم. بریم سراغ گروپ 1 و ریپیتر رو اضافه کنیم. خب گروپ 1 باید بیاد بالا که ما اینجا ببینیم چه اتفاقی میفته. ریپیتر رو هم باید یه سری تغییرات توش ایجاد کنیم. خب پوزیشنش 100 خیلی زیاده، 5 خوبه. حالا تعدادش رو میتونیم تغییر بدیم، 5 تا مثلا اینجوری باشه و یه مقدار البته باید بیاد بالا سمت چپ مثلا اینجاها، و اینکه باز به صورت عمودی هم چند تا تکرار داشته باشیم. من یه دونه گروپ دیگه هم ایجاد میکنم، گروپ شماره 1 رو میندازم داخل گروپ شماره 2 که ایجاد کردم. دوباره گروپ شماره 2 رو باید بیاریم بالا که ببینیمش.
ترتیب لایه ها مهمه. خب ریپیتر دوباره اضافه میشه، بریم سراغ ریپیتر، ترانسفورم ریپیتر. خب توی محور X نمیخوام فاصله داشته باشن، میخوام توی محور Y داشته باشن. تعدادش رو دوباره اینجا میتونیم تعیین کنیم چند تا باشه، دوباره همون 5 تا میتونه باشه، بد نیست. خب این هم از حالا یه سری جزئیات این سمت داره، میتونید چند تا خط هم اینجا ایجاد کنید، بد نیست. حالا هر چیزی که به ذهنتون میرسه میتونه جالب باشه. این از این. یه دونه مانیتور هم اینجا داریم و بریم سراغ مانیتورمون. برای مانیتورمون هم دوباره از رکتنگل شروع میکنیم، یک رکتنگل اینجا داشته باشیم برای این اصل کارش. خب اینو بذارین، رنگش فعلا بذارین همین باشه، بعد تغییرش میدیم، یا بذارین از همینجا شروع کنیم به رنگ دادن. خب این از رکتنگل اولمون. یه دونه رکتنگل دیگه داریم که این از این سمت کوچیک میشه، از این سمت هم کوچیک میشه. میخوام یه همچین حالتی داشته باشه، این یه تو رفتگی مثلا اینجا داره. اینجا دیگه یه مقدار چی میگن، تعداد رنگ هامون یه مقدار بیشتر میشه. حالا اینجا هم باز من یه مقدار رنگ ها رو بیشتر کردم، اگه خواستین این شکل عمل کنید، فقط از این دوتا رنگ استفاده نکنید. که حالا من اومدم از اینجا رنگ رو خوندم، اجاسمنت هم بیاریم بالا، فعاله. بله اجاسمنت الان بهتر شد. ببینید که یه حالت تو رفتگی هم من اینجا ایجاد کردم، یه دروغی داریم اینجا میگیم که یه جوری بیننده فکر میکنه که یه تصویر سه بعدی انگار، که اینجا هم انگار رفته داخل. اینجا هم که مانیتور قدیمی، حالا معمولا که یه مقدار داخل رفته، اینجا دیگه شدتش مثلا زیاده که ما لبه ها رو هم میبینیم، و چون نسبت به این آبجکت، این مانیتور ما زاویه داریم، این که این گوشه های این سمت رو من نمیبینم ولی اینجا رو دارم میبینم، و باز این قسمت رو هم داریم میبینیم. پس این دقت کردن به همچین چیزهایی، به این جزئیات خیلی ریز، خیلی میتونه بهتون کمک کنه که یه طرح خیلی خوبی داشته باشین. خب اینجا مانیتور خودمونم شروع کنیم به ساختش. بریم سراغ رکتنگل دو، اینم یه مقدار کوچیک‌تر کنیم. با این رکتنگل دو شاید بیاد یه مقدار پایین و سمت راست. خیلی دیگه کوچیک شد. خب اینجاها و این یکی هم یه مقدار بزرگتر بشه، بیاد سمت راست. و حالا میتونیم یه مقدار از گوشا برای این یکی مثلا استثنان فاصله بدیم، یه مقداری مثلا این داخل باشه، زیاد نچسبه. این کار هم میشه کرد برای این یکی استثنان. بریم سراغ رکتنگل شماره دو، یه دونه داپلیکیت دیگه ازش میگیرم. خب اینجا قرار اون لبه ها رو ایجاد کنیم، لبه های یه جوری تو رفتگی مانیتور رو داشته باشیم، نمایشگر اون LCD. و این یکی مثلا میشه اون قسمت سفید. از همینجا رنگ ها رو هم بدیم، بعد نیست. حالا تا یه حدودی دستمون بیاد که چه مسیر رو داریم طی میکنیم. خب این از این. بریم سراغ رکتنگل شماره یک. دوباره من یه دوپلیکیت از این دوستمون میگیرم، اسکیلش هم تغییر میدیم به این شکل. و خب این قرار الان کنار مانیتور رو داریم درست میکنیم، و کنار مانیتور هم یه مقداری باید روشن تر باشه معمولا، چون داریم از اون سمت نور پردازی میکنیم. رکتنگل شماره یک همون پس باید بیاد یه مقداری تیره تر بشه. خب رکتنگل شماره یه چند بود؟ 4. یه دوپلیکیت دیگه از 4 میگیریم، اینم میارم سمت راست، یه مقدار اسکیلش هم بیشتر میکنم.
خب این هم از این. حالا اینجا دیگه باز این میتونه یه خورده روشنتر هم بشه نسبت به قبلیه، و این دفعه باید بریم سراغ پف این رکتنگل. من انتخابش میکنم، راست کلیک میکنم روی رکتنگل پف اون و کانورت تو بیزیر پف رو انتخاب میکنم، چون قرار یه مقدار تغییرات بدیم. این دیگه قرار نیست خیلی صاف و صوف باشه، برای همین یه مقدار باید تغییرات بدیم توش. خب این دوتا پوینت رو من انتخاب میکنم، یه مقدار میارم پایین تر و این پوینت هم میتونیم یه مقدار بیاریم بالاتر. حالا نوبت این دوتا پوینت هم. قسمت پشت مونیتورمون رو فکر کنم میتونیم باز اینجا هم تغییر بدیم که حالا اینجا یه مقدار مونیتورمون ایست صفحش خیلی مستطیلیه و حالا عرضش کم، ارتفاع زیاده. اینجا دیگه قشنگ هم مونیتور قدیمی شد که دقیقا یه جای مربع بودن، خیلی نزدیک به مربع بودن. میتونیم حالا این کنار رو مثلا اگه خواستیم یه مقدار کوچیک‌تر کنیم اینجا رو، که کدوم رکتنگل هست بریم سراغش، رکتنگل شماره 4 مثلا. اینجا میتونه یه مقدار این یکی کوچیک‌تر بشه و بیاد سمت چپ. پایینم میتونیم براش از همین مثلا رکتنگله یه مقدار بزرگترش کنیم این رو، که این بیاد پایین تر. و رکتنگل شماره 5مون اینم بیاد بچسبه، اون الان سطحش رو کامل پوشش بده. فقط یه نکته که اونه یه مقدار این قسمت مونیتورمون که در اون نمایشگر اون میشه اون LCD یه مقدار اگر که جابجا بشه خیلی کم فرمش میتونه بهتر کنه. و از این سمت باز این پف من فکر کنم اگر که بیشتر تغییرش بدیم، حالا این یه مقدار بیاد پایین تر، فرمش یه مقدار بهتر بشه. برای این یکی من توی طرح اصلی دکمه نذاشتم، میتونیم برای اینم یه دونه دکمه بذاریم. مثلا حالا کدوم رکتنگل نزدیک تر هست، مثلا رکتنگل شماره 2 خیلی نزدیکه، کوچیکش میکنیم و میاریمش حالا اینجا پایین سمت چپ یا پایین سمت راست. رنگش هم تغییر میدیم. خب اینم از این. حالا یه پایه هم میخواد، پایه را هم میتونیم بیم از همین رکتنگل شماره 3 این داپلیکیت بگیریم. بیاریمش پایین، کوچیکش باید بکنیم یه مقداری. اینم اگر بیاد پایین تر از همه رکتنگل ها قرار بگیره خیلی بهتره. به این شکل دیگه زیاد اذیت هم نمی کنه. خب این هم میتونه رنگش رو از همین بگیره، حالا چون یه مقدار نسبت به این لایه پایین تر، مثلا یه سایه هم اگر بیفته روش یه مقدار تیره تر بشه میتونه بهتر هم جلوه کنه. خب از رکتنگل شماره 7 دوباره این داپلیکیت میگیرم، یکی هم کوچیکش میکنیم، این دیگه اون قسمت پایینشه.
که این رو به زمین متصل میکنه. مانیتور اون هم خیلی بزرگ شد. برای که بهترش کنیم میتونیم یه مقدار این رو بزرگتر کنیم. و حتی رکتنگل شماره 7 رو میتونیم کانورت تو بیزیر پف کنیم و به این پفش رو تغییر بدیم، مثلا یه مقدار این بیاد این سمت، این هم بیاد این سمت، که باز بهتر شد نسبت به این یکی. یه مقدار از سادگی بیشتر در اومد، فرمش هم یه مقدار با این تغییر میکنه، تغییر متفاوت تغییر کرد. خب این هم از این. رنگش هم اگه خواستین میتونید، حالا مثلا این یکی که پایین تره، اگر که نشونتون بدم این یکی رو مثلا اینو بیاین باز تیره تر از قبلیه بگیرین، اگر خواستین یه همچین کاری هم میتونین بکنین دیگه، لول بندی کردن و از این کارا. یه مقدارم اگه بیاد سمت راست بهتر میشه برای این مانیتورتون. هم میتونین اینجا بیاین و مثلا از این سوراخ البته یه مقدار خط کشی شده بذارین. خب کامپیوترمون هم اوکی آماده شده و میتونیم برای انیمیتش هم یه دونه گروپ ایجاد کنیم. خب این گروپ شامل همه این رکتنگل ها میشه به جز این دوتا پای اینا رو من میذارم داخل این یکی. گروپ هم رو انتخاب میکنم، یه دونه انکر پوینت اینجا داره این گروپه، اینو باید بیایم چیکار کنیم، اینو باید بیایم بذاریم اینجا. فقط این گروپمون هم باید بذاریم بالای این دوتا دوستمون. و برای انیمیتش هم میتونیم به این سوال ترانسفورم گروپ و این روتیشنش رو به این شکل انیمیت کنیم. من این کی فریم هم براش ایجاد میکنم که زمانی که یورو زدیم خیلی راحت به این روتیشن ما دسترسی داشته باشیم. حالا هم که خاموشه و خوابیده به این شکل. اما دیگه چه کاری میشه انجام داد؟ دیگه میشه یه چراغ گذاشت. فقط این دوستان بعد بیاد یه مقدار پایین تر، خیلی دیگه بالا هستن و دیگه جا برای چراغمون نیست. خب بریم سراغ ابزار پن. یه دونه خط کوچولو به این شکل. فیل رو من نیاز ندارم، استروک رو میخوام. استروک رو براش خیلی فعال میکنم. مقدار 2-3 هر کدوم از اینها میتونه مناسب باشه. ابزار پنم که انتخاب کردیم، یک کلیک گوشه و دوباره خود شیپمون رو انتخاب میکنیم. یک کلیک اینجا، یک کلیک اینجا، یک کلیک هم اینجا، یک کلیک هم اینجا. میام سراغ این یکی، اینو من این پوینت رو میام نزدیک میکنم به این دوستمون. آلت رو نگه میدارم، چپ کلیک رو میگیرم و به این شکل کارمون رو انجام میدیم. فقط برای این یکی بریم سراغ محتویات، بریم ببینیم با چی طرف هستیم. خب شیپ شماره 2، من استروک رو نمیخوام، فیل رو میخوام. فیلم قرمز که نباید باشه، سفید. ادجاستمنتمون هم بیاد بالاش قرار بگیره، بفهمیم چه خبر، چه جوری میشه. این هم از این. حالا یه نور هم میتونه داشته باشه. فقط قبلش یه مقدار کامپیوترمون رو باید بیاریم پایین تر که این نوره یه مقداری بتابه به این دوستان. خب بریم سراغ ابزار پن و یکی عدد نور رو اینجا داشته باشیم. تا اینجاها میتونیم شیفت رو هم نگه داریم، کلیک کنیم، البته این مقدار مسیرمون کج میشه. و شیفت رو نگه میدارم، یک کلیک اینجا، شیفت رو نگه میدارم، یک کلیک هم اینجا. خب این پوینت رو ادامه میدیم به این شکل. حالا این یکی هم من انتخاب میکنم، اینا رو میارم سمت راست. حالا این دوستامون رو انتخاب میکنم، میارم پایین. میتونه اینجا هم خوب باشه. خب این حلقه رو هم ببندیم و این هم از نور پردازی ما. حالا بریم سراغ چیزی که میخوایم. من استروک رو قاعدتا نمیخوام، فیل رو میرم روی گرادینت. خب یه مقدار گرادینتمون هم میتونه بیاد به این شکل عمل کنه. این مثلا میتونه نور پردازی ما باشه، خیلی باحال. یه همچین فرمی میتونیم داشته باشیم، یا یعنی اینکه اینو بیاریم کجا بذاریم، بذاریم پایین.
حالا هر کدوم فکر کنید خودتون بهتر میشه، یا بیاد نور تأثیرش رو بذاره روی لایتون که باید بالاتر باشه. اسم اینم تغییر ندادیم اسامی رو. خب اینم بذاریم چی بگیم، نور، اینم بگیم لامپ. خب مثلا لایه نور بالا باشه اینجوری میشه، پایین تر باشه اینجوری میشه، هر دوتاش به نظرم خیلی خوب میشه، ولی دیگه تصمیم با شماست که با کدوم یکی قرار کار کنید. حتی یه لامپ خیلی ریزم میتونستیم اینجا کار کنیم. اینم حالا اینو من بهتون میگم، خودتون اضافه کنید و کار رو برامون بفرستید ببینیم چجوری میشه. خب دیگه کارمون تقریبا تموم، الان دیگه میمونه انیمیتش. خب انیمیت کار به اضافه یه سری جزئیات بیشتر و حالا بهتر کردن کار رو توی جلسه بعد با همدیگه کار میکنیم. دوستان عزیزم، امیدوارم تا اینجای آموزش تونسته باشین نکات خوبی رو یاد گرفته باشین. حتما حتما نظرتون در مورد این آموزش و آموزش های دیگه که توی وبسایت هست با من در میون بذارین که ببینیم چه آموزش هایی واقعا مد نظر شماست، چه تکنیک هایی بهتون کمک کرده تا الان، چه تکنیک هایی گفته نشده. سعی میکنم حتما حتما در مورد کاراکتر، چند تا آموزش دیگه هست، حتما اونها رو هم توی وبسایت سریعا قرار میدم که بتونید ازشون استفاده کنید.